Francisco. سلسله من توی این بیابونه کیویل آب چیز این آب شور به خدمت سرکارشون میگه با مصیبت رسیم تا اینجا. امسال خوشبختانه با مدیریت آب استان یزد به جناب آقای فرماندار عزیز خیلی کمک کردن. بال ما از بچگی تو کشاورزی بودم، بالاخره دیگه هر برنامه بوده پیاده کردم. الان ای کار دارم مرکز تحقیقات جوانی هم که اومده اینجا از برای تشویق کرده، خود یکی از استادای دانشگاه کالیفرنیا آمریکا مرا دعوت کرده برای آمریکا که شما تو کاسه نمک چه تو این درخ عمل آوردی. خیلی هم پول میدادن. از مسئولین خواهش میکنم فقط کود آب ما رو قطع نکنن. درخ چیزیه که مثل خدا آدم میمونه، 60 روز یک دفعه آب میخوره. 60 روز اگه بیان خاموش کنن میشه 120 روز. شما چند روز روزه میشی بتونی افطاری و سحری نخوری؟ واقعیت اینه. اگر این آب ما قطع نکنن و از این کار بزن، این آب هم آب شوره دو تخت به هیچ آبی به هیچ دردی دیگه نمیخوره به جز پسته. جناب حسین خلیلی هستم، دارای مدرک دکترای کشاورزی. در کنار پدر داخل مزرعه کشاورزی کار میکنیم. حدودا 20 هکتار پستکاری داریم و با رقم های مختلف کلقوچی، احمد آقایی، حاج عبداللهی و فندوخی. حدودا 40 تا 45 نفر اشتغال زایی داریم برای کارگر و فصل برداشتم همینجوری که میبینی. اگر هم دولت حمایت هایی بکنه میتونیم که در بحث بسته‌بندی پست وارد بشیم و اشتغال زایی بیشتری رو انجام بدیم. از 15 حدوداً 6 برج 6 شروع میکنیم و حدوداً 15 8 دیگه برداشتمون تمومه. که منطقه چاوسل و کلا اردکان چون آب شوره و هوا هم گرمه، استرس هایگیایی باعث میشه که کیفیت محصول خیلی بالا باشه. بیشتر همینجا دلارا میخرن و بیشتر میبرن رفسنجان. اونجا شرکت های خیلی بزرگی هستن که بسته‌بندی میکنن و بحث صادرات دارن. بیشتر به هند و پاکستان و چین و قسمتش هم به عراق. اهمیت فراوری این که ترمینال های پسته باید بهداشتی باشن. بحث آفلوتوکسین دارم که بیشتر باید بهداشت ورود بکنه و این کار رو انجام بده که بحث صادرات مشکل پیدا نکنه. قدیما با دست این کار رو انجام میدادن و پسته خیلی کیفی رویت خوبی نداشته. الان دستگاه های ترمینال ضبط فراوری پسته هست که این کار رو انجام میده و بسیار رویت و بهداشتی ترم هست. رویتش خوبه و بهداشتی ترم هست. ما در شهرستان اردکان به دلیل محدودیت که در منابع آب داریم، توسعه کمی کشاورزی امکان پذیر نیست. بنابراین به دنبال ایجاد توسعه کیفی در کشاورزی است. توسعه کیفی در کشاورزی از چند راه مشخص دستیابی بهش امکان پذیره. یکی این که ما محصولاتی تولید کنیم که ارزش بالاتری داشته باشه. یکی راهش اینه که ما ارزش افزوده رو بیاریم به بخش کشاورزی. راه بعدیش هم اینه که عمل کرد در سطح رو افزایش بده. ما در شهرستان اردکان از نظر تنوع و نوع پسته شاید یکی از پرتنوع ترین نوع محصولات پسته ای رو در شهرستان داریم. از نظر ژنتیکی شاید گونه های چند صد ساله رو توی این منطقه داریم. خب همین انباز شده در سالیان قبل مرکز تحقیقات پسته و یه کارهای علمی رو روی این محصول در سطح شهرستان انجام بدیم که شاید ما حاصل اون و نتیجه اون کار رو حالا به صورت برداشت محصول داریم میبینیم.